اما خبر آخر، یک هنرمند ایرانی نسخه نفیس از قرآن کریم را به آستان مقدس عباسی اهدا کرد. سید علی اصغر موسویان، هنرمند و خوشنویس برجسته ایرانی، یک نسخه خطی نفیس و کمیاب از قرآن کریم را که به سه خط سلس، نسخ و ریحان نگاشته است، به آستان مقدس عباسی هدیه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس عباسی، این خطاط برجسته ایرانی در این باره گفت: من مفتخرم که این هدیه را به پیشگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تقدیم می کنم و امیدوارم این هدیه کوچک را از من قبول کنند. به افزود، این نسخه نفیس قرآن با جوهری طبیعی که به طریقی ویژه تهیه شده کتابت شده است. موسویان ادامه داد: وزن این قرآن 3 کیلوگرم است و من در صدد نوشتن نسخ دیگری برای اهدا به دیگر عتبات مقدس عراق هستم. این نسخه خطی از قرآن یکی از 9 نسخه گرانبها و نادر از قرآن کریم است که کتابت آن با 10 ساعت کار در روز بیش از 2 سال به طول انجامیده است. در همین زمینه مسئولان آستان مقدس عباسی ضمن قدردانی از تلاش موسویان در نوشتن این اثر هنری ارزشمند اعلام کردند، نام این هنرمند ایرانی در فهرست گنجینه آستان مقدس عباسی وارد می شود. گفتنی است در فروردین ماه سال جاری نیز همزمان با سال روز میلاد امیرالمومنین علیه السلام، این هنرمند ایرانی قرآن مطلای خود را به آستان مقدس علوی تقدیم کرد و قرار شد این قرآن مطلع در موزه این آستان در معرض دید بازدید کنندگان قرار گیرد.